گیله سومشون ایجاد شک شبهه. چون این شک شبهه هایی که در این چیزا مطرح میشه، در این تلفن ها مطرح میشه، در این تلویزیون ها مطرح میشه، در پالتاک مطرح میشه، هر جا بجا اندازه خودش، بسیاری از پروموتورها، صهیونیست ها در این تلویزیون ها همون کار رو میکنند که رژیم هزار ساله انجام میده، اسلاف رژیم هزار ساله انجام داده، ایجاد شک شبهه در هر مورد از موارد اسلامی. و غرضشون چیه؟ مقصودشون چیه از طرح این سوال ها؟ که اینه که شخص مسئول یا شنوندگان شک شبهه در ذهنشون ایجاد بشه و بعد به هر کسی به حسب اندازش اونو از دین بکشن، از دین بیارن بیرون. شما فکر میکنی خامنه دین داره، شما فکر میکنی رفسنجانی دین داره، خامنه دین داره. آیا انسان متدین در هر دینی باشه امکان داره این کارا رو بکنه؟ بله دین داره، اما دین شیطان. دین داره حق ندارم، ولی دین شیطان، دین ابلیس، دین ابن سبا، دین همدان بن قرموت، دین میمون قدا، دینی که سراسر مملو از خون ریزی و کینه با دیگرانه، برای دیگرانه، دینی که مهارش ته چاهه، نه خداوند آسمان ها و زمین. بعد از اون وقتی که هیچ شک و شبهه میندازن شخصی رو سرگردان میکنن، بعد میان ازش عهد و پیمان میگیرن. غالبا در سپاه و اطلاعات اینطوریه، در سپاه و اطلاعات پیمان های سری ازشون گرفته میشه، مثل بیعت که سابقا صوفیا از مریدانشون میگرفتن. و با روش های گوناگون شخص رو به مرحله میرسونند که جز یک مرجع، جز یک شخص کسی رو نپرسته. اون مرجع الان خامنه ایه، خامنه مهارش هم دست امام زمانه.